به نام خداوند بخشاینده مهربان، بیننده های محترم تلویزیون یک و برنامه فطر، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ما عبدالحی آبرسوم و بسیار خوشحال هستم که امروز باز با یک برنامه زنده و لایف از استودیوهای تلویزیون یک، برنامه فطر، در خدمت شما عزیزان هستیم. از خداوند بزرگ تمنا داریم طاعت ها عبادت هایتان به درگاه کبریایی خود قبول بفرمایه و جا داره که بگوییم ماه رمضان ماه بخشش، ماه مغفرت و بالاخره ماه رهایی از آتش جهنم است. و خوب است که در این ماه هموطنان دیگه تانه، همسایه های تانه، اونایی که دچار فقر و بیچارگی و تنگ دستی هستند به هیچ وجه فراموش نمی کنیم انشالله، تا می تانین هموطنان تانه دستگیری و یاری بکنین، چون ماه رمضان ماه خداوند است و خداوند می فرماید رمضان ماه من است و پاداشش نیز نزد من است. بدون شک که هر کار خرد و کوچک میگن اگر یک دانه گندم بکارین و او هفت خوشه بته و هر خوشیش هفتاد و زیاد یا کم دانه بگیره، به این اندازه هر مؤمن، هر مسلمانی که در این ماه مبارک مخصوصا کمک بکنه و دستگیری بکنه از مستمندان، خداوند اجر و پاداش بشمارش میده. و به می امید هستیم که انشالله این فقر و بیچارگی و این تنگ دستی روز از کشور ما رخ بسته بکنه. به می امید خوشحال میشم که معرفی بکنم امروز مهمانان بسیار ارجمند و گرانقدر خود که در برنامه ما هستن. شخصیت معروف قاری صاحب امان الله احمدی که یکی از شخصیت های معروف در افغانستان و در منطقه هستند و اینا افتخار شاگردی شیخ القرآن شیخ برکت الله سلیم همچنان دارن. به جنابشان خوش آمدید میگیم، به برنامه فطر ما خوش آمدین جناب. جناب آقای سلمان، خدمت شما و از طریق تلویزیونتان خدمت همه بینندگان عزیز عرض ادب و احترام دارم با لفظ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام. همچنان بیننده های عزیز، جوانی را که میبینین که در پهلوی قاری صاحب امان الله ششته، خود قاری صاحب قرآن هستند، جوان بسیار مستعد است و خوشبختانه از ارجمندی ها و فرزند ارجمند قاری صاحب امان الله است. اسم گرامی ایشان است، اسم گرامی تا خودت بگو عزیزم. به برنامه ما خوش آمدی. سلامت باشین. تشکر. من خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز سلام تقدیم میکنم. انشالله که ماه مبارک رمضان در طاعت عبادت سپری بکن. انس احمدی استم جان. انس جان احمدی اسم گرامی شان است و همونطور که گفتیم از فرزندان جناب قاری صاحب امان الله هستن. خب قاری صاحب، در شروع فقط میخوایم عنوان بکنم که ماه مبارک رمضان یکی از فضیلت ها و برتری هایشی است که ماه نزول قرآن عظیم شان است. خوب است که در این لحظه بشنویم که فرزند ارجمندتان که ماشاءالله قاری صاحب قرآن هستند، به صدای قشنگ و دلانگیز خود چند آیه مبارکه قرآن عظیم الشان تلاوت بفرماید تا هم برنامه فطر ما پر از نور و ابهت و برکت شود و هم این نور و برکت به خانه های هر بیننده ما وصل شود و انتقال بکنه. بفرماییم قاری صاحب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه
ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون بسم الله الرحمن الرحيم وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى تام طلع الفجر صدق الله العظيم آمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك يا أرحم الراحمين جزاك الله ما شاء الله واقعا صدای مقبول و دلانگیز و آیات متبرکه قرآن عظیم شان و بسیار فصاحت و بسیار قشنگی تلاوت کردی خداوند اجرش بدهد انس جان ما تو حرفهای خود داشتیم پیش از وقت قبلگاه صاحب میخوایم چند کلمه حرف بزنم خاری صاحب ما تو که گفتیم ماه مبارک رمضان ماه نزول قرآن است
و قرائت قرآن، خواندن قرآن خب در هر زمانی بر هر مؤمن و مسلمان واجب است که باید بخوانه و تا میتانه، چون کتاب بزرگ رهنمای بشریت است. خب در ماه مبارک رمضان خواندن و قرائت قرآن عظیم الشان چی فضیلت ها و برکت های داره؟ یک مسلمانی که روزه میگیره مخصوصا در این مورد چی بالاش واجب است که چگونه رفتار کنه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و اصحابه و من والاه و بعد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. آیاتی را که خدمتتان قرائت کردم، از این آیات واضح معلوم میشه مقسم که شما گفتین ماه رمضان ماه نزول قرآن است. و امام ابن کثیر رحمه الله در تفسیر این آیات میفرماند که یمدح الله تعالی شهر صیام من بین سایر الشهور. الله متعال ماه صیام، ماه روزه را از بین همه ماها مدح ستایش میکنه. بله. دلیلش چی است؟ لانزال القرآن العظیم فی، خاطر قرآن عظیم شان در این ما نازل شد. بله. و حدیثی را که قرائت کردم خدمتتان، رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند که شما قرآن بخوانین، اقرا القرآن فانه یاتی یوم القیامه شفیعا لاصحابه. قرآن بخوانین، به خاطر قرآن در روز قیامت شفیع به اصحاب خود قرار میگیرم. همون قسم که شما فرمودین، قرآن کریم در هر وقت که ما قرائت میکنیم غیر از رمضان هم در برابر هر حرف الله متعال ده حسنه نصیب میگردانه. بشه. در برابر یک حرف قرآن، مثل که در حدیث میگه که من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه. کسی که یک حرف از کتاب الله را میخونه به این حسنه است، نیکویی است. و الحسنه تو به عشر امثالها، اینمی یک حسنه ده برابر میشه. بله بله. این الله، این فضل پروردگار است که با خواندن یک حرف ما شما دارای اجر و ثواب یعنی ده حسنه میشه. بله. به خاطر وضاحت رسول الله صلی الله علیه و آله مهربانی میکنن که لا اقول الف لام میم حرف، من نمیگم که الف لام میم یک حرف است. ولکن الف حرف و لام حرف و میم حرف. بله بله. الف جدا حرفی است، لام جدا حرفی است و میم جدا حرفی است. آره، یک کسی اگر تنها الف لام میم میگه هر حرف ده حسنه شد، سه حرف میشه سی حسنه. بله بله. اینا رو شما خودتان حساب کنین، یک کس که روز یک صفحه قرآن بخونه چقدر اجر و ثواب است. یک جز قرآن میخونه چقدر اجر و ثواب است. یعنی خود این روایات مسلمان را تشویق میکنه به این که در همیشه قرآن بخونه و خصوصا که ماه نزول قرآن است. بدون شک. و تا جایی هم که دیده میشه در مساجد، مخصوصا در ماه مبارک رمضان، در اکثر مساجد مسلمان ها ختم قرآن میگیرن و کوشش میکنن که تا پایانش یکی دو روزی که میمانه قرآن عظیم الشان ختم شود. بله. این رسم رسمی واقعا عالی است. بله. چرا این رسم غیر رمضان نیست؟ مثلا میتونن در مساجد مثلا یکی دو ماه بعد، مثل که در رمضان قرآن عظیم الشان ختم میکنن، آیا در ماهای دیگر نمیشه یا این رسم نشده، رواج نشده، چی میدونه؟ سوال خوبی است. اول خب ختم قرآن کریم در رمضان یک بار نظر به قول امام ابو حنیفه رحمه الله میگن سنت است. اما این ختم قرآن کریم هر وقت مستحب است. بسیاری از حفاظ ما هستن که در غیر رمضان هم اونا در نمازای صبح خصوصا، چون کمی قرائت طولانی هم خوانده میشه، بعضی حفاظ ما هستن که در چند ماه اونا در نماز یک ختم شروع میکنن مسلسل و قرآن ختم میکنن. و فرموده شما چقدر این زیباست که در غیر رمضان ما همین فرهنگ ختم در نماز رایج بسازیم. بله بله. یک چیز دیگر هم من آبسای به شما و به بیننده های عزیز ما، شما الحمدلله میدونین، یک تذکر است که ما در این ما که قرآن میخوانیم کوشش کنیم که امو حق قرائت ادا کنیم. بله بله. به چی معنا جناب؟ بله، چون قرآن بالای ما شما پنج حق عمده و اساسی داره. اولی که ما به قرآن ایمان داشته باشیم که الحمدلله مؤمن هستیم. بشه. دوم، علما میگن که قرآن ما با تجوید قرائت کنیم، یعنی حق قرآن منظور ما
حق دومیش که خود خداوند می فرمایه وارث القرآن ترتیلا. بله بدون منظور از ترتیل همی است، تجوید است. تجوید است. سوم حق قرآن است که معنای قرآن است، چیزی را که می خوانیم معنای زیر بفهمی. بله چی می خوانیم. بله. و چهارم حق قرآن است که ما به قرآن عمل کنیم، تنها به قرائت و به فهمیدن معنا اکتفا نکنیم. بله حق شاد نمیشه. دقیق. و پنجمین حق قرآن است که ما قرآن به دیگران هم برسانیم، این پیام رو به دیگر ها برسانیم. بسیار عالی. ما در این حق اولش اگر شما فرصت داشته باشین مختصر صحبت میکنم. خواهش میکنم بفرمایید. وقت قرای عزیزمون در نماز شما گفتین در تراویح قرآن میخوانن و همچنان دوستای ما خارج از نماز هر بله. کسی یک برنامه داره به ختم قرآن. بله. تعداد زیادی از دوستای ما عجله دارن که باش امی جزء یا به اصطلاح عام مردم یه سیپاره یا پاره که میگن این زود خلاص شد. بله بله. در اسنای قرائت قرآن اینا هیچ گاه متاسفانه اکثرا میبینیم که متوجه رعایت احکام تجوید نیستن که احکام تجوید مراعات شد. دقیق. یا در اسنای قرائت ما در معانی قرآن تدبر کنیم. بله بله. ابن مسعود رضی الله عنه اونا میفرمند که شما وقتی قرآن میخوانید قفو عند عجایبه، در جایی که شما را به تعجب میاندازه توقف کنین. بله. و حرکو به القلب، قلب به این حرکت بتین. ولا یکن هم احدکم آخر سوره، قصد هیچ یک از شما آخر سوره نباشه. حالا ما که میبینیم متاسفانه در نماز و خارج از نماز قرآن که میخوانیم مثل که یک نفر یک مسئولیت برجادیم که مسئولیت اداشه و وارخطا و زودتر. بله. بله. زودتر. بله. بله. چی در مساجد است، چی در خارج از نماز که ما شما ختم میکنیم، همگی هم مقامشان است که من اینا چند پاره خوام مونده که بخیر قرآن ختم کنم. بله. یا در مساجد که از قرای عزیز ما حافظ عزیز ما اعتداد هستن بسیار زیاد سریع میخوانن. ما همیشه در برنامه هایی را گفتیم که ما در افغانستان سه قسم قاری داریم. یک قسم قاری که آنقدر سریع میخوانه که خودش هم نمیفهمه چی میخوانه و کسایی که در عقبش هم اصلا نمیفهمن. بله دقیق. دوم قسم کسانی هستن که اونها آنقدر سریع میخوانن خودشان میفهمن چی میخوانه اما شنونده نمیفهمه، مقتدی ها نمیفهمه، شنونده نمیفهمه. بله. و سیوم قسم از قرای ما کسانی هستن که خودشان هم میفهمن. بله. چون آهسته میخوانن با احکام تجوید، مراعات احکام تجوید میخوانن، خودشان هم میفهمن و کسایی که در عقبشان اقتدا هم کرده اونا هم میفهمن. دعا میکنیم که الله متعال گروه سیومی را زیاد بسازه. الهی آمین. الهی آمین. تذینم گشت که ارجمندیتان نام خدا خود قاری صاحب هستن و چی خوب زیبا قرائت کردن. چند فرزندی ارجمندتان راه شما را تعقیب کرده، یک مقدار معلومات بتین. دیگر ارجمندی های هم دارین که مثل انس جان قاری قرآن باشن و یا علوم دینی را دنبال کنن علیه. بله الحمدلله همه قرآن میخونه. قاری صاحب نجان پسر بزرگم است. نام خدا. دیگه اونا هنوز حفظ شروع نکردن. دیگرایش. بله صرف یک دو دخترم است که الحمدلله اونا بعد از عرز جان اونا اسنا جان مریم جان اونا باز یک چند پاره حفظ کردن و خوب قرائت هم میکنن. اما دیگرا باز سنشان هنوز خورده. ماشاءالله. دیگه اونا در قاعده و در روانخانی در مراحل ابتدایی هستن. خیلی خوب. یک اطلاعیه ای داریم که دعوت کردین از قاری صاحبایی که میخواین مثلا عقد اجازه شرعی منظومه ها را بگیرن. این اطلاعیه را من حتما میخوانم. پیش از او بیننده های عزیز باید بگویم که برنامه فطر ما را چند نهادی است که در حقیقت حمایه میکنه. حمایه به این معنا که خدا خیرشان بده، اجرشان بده، بسته های مواد غذایی را به خانواده های مستحق، با اونایی که یک مقدار مستمند هستن در این ماه مبارک رمضان بسته های غذایی را کمک میکنن. از جمله بنیاد عزیزی و عزیزی بانک است که در سراسر افغانستان همیشه مردم کمک کردن، از جمله ساخت 300 واحد مسکونی برای زلزله زدگان شهر هرات است که حدود 3 میلیون افغانی هزینه برداشته. بر علاوه از این برای برگشت آن در مهاجرینی که به تخت پل قندهار آمدن و یا مهاجرینی که در این اواخر از راه ترخم آمدن، همچنان به هزینه 200 میلیون افغانی بسته های غذایی را کمک کردند و همین سلسله ادامه دارد. چنانچه در همین ماه مبارک رمضان نیز بنیاد عزیزی و عزیزی بانک 20,000 بسته مواد غذایی را برای مستمندان و مستحقین کمک میکنه که خداوند اجرشان بده. و این بسته های غذایی شامل آرد و
لوبیا و گندم و برنج و روغن و بوره و از این قبیل مواد است. در پهلوی ازی شرکت عزت عتیق برادران، شرکت عزت عتیق برادران که یک شرکت انحصاری برنج کرامت در افغانستان هستند. خب گرچه عکس مرا اینجا در بالای بوجی خود چاپ کردن، خب به هر حال از شرکت عزت عتیق برادران، شرکت انحصاری برنج کرامت همچنان تشکر میکنیم که اینا مثل عزیزی بانک یا بنیاد عزیزی بسته های مواد غذایی که برنج است و یک قوطی روغن است برای خانواده های مستحق از طریق برنامه فطر ما کمک کردن. جا داره که تشکری بکنیم و همچنان فراموش نکنیم رستوران پرایم استیک. پرایم استیک رستورانی است که برای ما سفره افطار میچینند، برای مهمان های عزیز ما، برای کارمندانی که کت ما کار میکنند. خداوند اینا را هم خیر بده و اجر نصیبش کنه. و باید اضافه بکنم که رستوران پرایم استیک دمی حدود شهر نو است. خوب از در ماه مبارک رمضان و غیر ماه مبارک رمضان به این رستوران تشریف ببرین، واقعا غذاهای لذیذ و خدمات بسیار بسیار عالی را برای شما پیشکش خواهد کرد. یه تشکر از این هر سه نهاد. و خب ما یک اطلاعی دیگه هم دارم که جناب قاری صاحب برای ما داده و خوب است که از طریق برنامه فطری را بخوانیم. ای به اطلاع آن در قاری صاحبان که خواهان اخذ اجازه شرعی منظومه های مانند تحفت الاطفال، جزری، شاطبیه، روایت حفظ و دیگر روایات از شیخ القرا استاد امان الله احمدی، یعنی کسایی که شایق هستند این اجازه های شرعی را در این موارد از استاد بگیرند، میتونن جهت ثبت نام و مراکزی که مبرتان میخوانم مراجعه بکنن. اولین مرکز مجمع قرآنی ام المؤمنین صفیه رضی الله عنه است، واقع سرک دوم کارتینو است، جوار انستیتوت شاهین. مجمع قرآنی امید شما واقع شاشهید نواباد، جوار مسجد امیر حمزه. مجتمع سیومی مجتمع قرآنی آرامش قلوب است، واقع مقریان دوم عقب لابراتوار الفلا. و همچنان دارالقرآن قدس مجموعه قرآنی دیگری است که در دیبوری موقعیت دارد، در چارای شهید اسگاه سرکاریز. و مجتمع پنجم مدرسه اناسیه ام الحسنین فاطمه رضی الله عنهما است، واقع نواباد قلعه موسا کوچه آستانه. ششمین دارالعلوم عبدالله ابن عمر رضی الله عنه است که واقع در قصبه سرک موترفروشی شهرک گلوبل. و آخرینش که هفتمین میشه مدرسه خاتم النبیین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم است، این در سرک نو، واقع سرک نو نوبرجه، ببخشید، واقع سرک نوبرجه عقب باغ چلستون است. امیدوار هستیم تمام قاری صاحبان که خواهان اخذ اجازه شرعی منظومه های یاد شده باشند به این آدرس ها مراجعه بکنند و اجازه را از شیخ القرا استاد امان الله احمدی دریافت بکنند. ان شاء الله جای خوش اشتباه نخواندم. قربان شما. خب سر زیبا سوال مامدمی است که نام خدا شما هفت مجتمع در حقیقت آموزش قرآن، حفظ قرآن دارین، این همه مربوط جناب شما میشه؟ اساتیدی از یا باز چطور هستن؟ این خود نام خدا هفت مجتمع چطور به این رسیدگی میکنه؟ آبو صاحب من افتوار درسا دارم، افتی یک روز در این مراکز قرآنی میرم. ماشاءالله درسای هفتوار است الحمدلله. باز دوستای ما که در اونجا هم حضور دارن اونها هم خواندن این منظومه هایی را که شما قرائت کردین و همچنان اطلاعی که آماده شده به قاری صاحبای عزیزی است که اونها اگر در این مراکز در دروس حضوری نمیتونن حضور پیدا کنن، باز میتونن اونها، چون ما این درس ها را الحمدلله ثبت هم داریم، از طریق صفحات اجتماعی هم نشر میشه، از طریق بعضی رسانه ها هم نشر میشه، اونا باز تعقیب میکنن، میتونن فقط در اون وقتی که امتحان است در امتحان اینا شرکت میکنن و اگر کامیاب شدن باز مستحق اجازه شرعی شناخته میشن. بسیار عالی.
یعنی باید اجازه شرعی را از شما دریافت بکنه که بعدا باز اینا چی کنن؟ خود به تدریس یعنی بپردازن؟ بله بله بله، چون در قرائت قرآن کریم به شما معلوم است که اینجا اجازه شرعی ما داریم. یعنی هر کسی میتونه قرآن بخونه، مشکل نیست. اما یک مدرس وقتی که آماده میشه قرآن تدریس کنه، از لحاظ شرعیش چون حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم در یک حدیث مهربانی میکنن، ما ترسم ایست که وقت کم نباشه باز بس مولا تکمیل نمونه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن که خود القرآن من اربعه، شما قرآن از چهار نفر بگیرین، چهار اصحاب در اونجا یاد میکنن، در صحیح بخاری میه. اگرچه در بین اصحابشان تعداد زیادی از اصحاب قرآن همه قرآن یاد داشتن، اما اینجا مشخص میگن که شما از چهار نفر قرآن بگیرین. علما میگن که چهار نفر کسایی بودن که اینا اهلیت تدریس قرآن داشت. بله بله بله، یعنی مثل که استاد باشن. بله، ما مثلا بله. کوانتونا داریم یاد. بله، ما یعنی هر کس میشه قاریش قرآن بخونه. بله. اما هر کس مقرع شده نمیتونه. بسیار عالی، حرفای قشنگتان انشاءالله دنبال میکنیم. چون به لحظات افطار نزدیک میشیم، جا داره که در این وقت اسماء الحسنای ذات پاک پروردگار با هم بشنویم و ببینیم و به قلبهای خود، به خانه های خود نور و صفا و برکت ببخشیم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته
إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاك الله. خداوند اجر شبتم و مایکروفون هم که گرفته به عزیزم اینجا که افطار کنیم. خودش نبرت ناموره بکس. عزیزم کمکشان کنین. اینا شد. بیا عزیزم بیا. خوش آمدی. بیا جانم. خب او ربان عزیزم انال شروع کن. خدا لطفا کمک کنین. این همون میزی است که برای ما و شما رستوران پرایم استیک چیده. بفرما عزیزم. نوش جان کن. نوش جان کن. بیننده های عزیز، ما خود در حال افطار هستیم و شما هم مطمئنن روزیتان افطار کردین. از خداوند می خواهیم که امروز روزی امروزتان هم مانند گذشته و آینده و درگاه خود قبول بفرمایه. افطار خوب و خوش برتان می خواهیم. ما همراه میمانانم یک دو دقیقه وقفه کار داریم که انشاءالله افطار خود ادامه بدیم. شما هم افطار خوب و خوش داشته باشین. انشاءالله که زود برمی گردیم و حرفای دیگه هم با قاری صاحب داریم و هم با ارجمندی ایشان. بله و خوش آمدید میگم به تمام بیننده های عزیز ما به ادامه برنامه فطر و امیدوار هستیم شما هم سفره های رنگین داشته باشین و افطار خوش پیش روی داشته باشین و فراموش نکنین باز هم همون هموطنانتان که به بضاعت هستن و در همین ماه مبارک رمضان سفره هایشان آنطور که لازم است مواد غذایی نداره و از خدا می خواهیم که این مشکلات به خیر رفع کنه. بر ما و شما مسلمان ها هست که مخصوصا در این ماه مبارک رمضان از تمام هموطنان مسکین و بیچاره و مستمند خود دستگیری بکنیم. چنانچه در آغاز برنامه گفتیم بسته های کمکی داریم. دو خانم فکر می کنم یا یکی است که من ببینم پرودوسر محترم اولین کمک کننده دریافت کننده کمک را که باید برش بسته غذایی را بتیم. امیدوار هستم که به استیدیو تشریف بیارن اگر پرودوسر محترم حرف مرا مشنون و دغیر از او ادامه میتیم. جان بله و برالاوه پرودوسر محترم برنامه ما زرگر تخلصش است. خب خود زرگر نیست ولی زرگر تخلصش است. به یکی از خانه ها رفته و ویدیوی برای شما تهیه کرده از وضعیت زندگی اون خانواده. بیاین این ویدیو را با هم ببینیم و این ویدیوها را به خاطر ما تهیه میکنیم تا حس همدردی که بدون شک نزد هر یکی از هموطنان ما نزد هر مسلمان در قلبش موجود است اون حس همدردی بیشتر تجلی پیدا بکنه و با دیدن چنین وضعیت زار خانواده های افغانستان امیدوار هستم همه هموطنان ما که دستشان به جایی میرسه کمک بکنن. شما ویدیو را تماشا بکنین ما به زودی برمیگردیم. دل و دستاور که حج اکبر است از هزاران کعبه یک دل بهتر است. به نام یاد خداوند بخشاینده مهربان بیننده عزیز امید که جور و صحتمند باشین. باز هم رسیدیم به پایان یکی از روزهای ماه مبارک رمضان، ماه مغفرت، ماه بخشایش گناه ها و ماه توبه. امروز باز هم در حضور شما قرار گرفتیم تا که یکی از خانواده هایی که زیر خط فقر زندگی میکنه و 8 سال هست این همشیری ما بیوه هست، کسی سرپرست خانه نیست و نانوار خانه هم خودشان است. در ادامه با ما محمد فیصل زرگر از تلویزیون جهانی یک باشید. بیننده عزیز دوباره خوش آمدید. حال حقیقت های زندگی یمشیری ما را که 8 سال هست بیوه هست سرپرست خانهشان فوت کرده از دهن خودشان میشنوید. سلام همشیری عزیز. سلام برادر، خوب هستی؟ صد خوب جان جان. تشکر، زنده باشین. خودتان خوب هستین؟ صحتمند؟ خدا رو شکر خوب هستیم. فامیلتان خوب هست؟ شما خوب هستیم؟ تشکر، زنده باشین. همشیری عزیز چطور از حال هوای زندگی او وضع اقتصادی چطور است؟ چنانچه که ما قبلا هم روی شما صحبت های داشتیم که مدت 8 سال میشه
شوهرتون فوت کرده، بعد از فوت کردن شوهرتون نفقه اولاد و خرچ خانه را کی میاره و چطور است؟ چهار دانه اگر طفلای مستن، دو دانش بچه است، دفواری و موتر صدا میکنه. دیگه این دخترک کلان مستن، یک دخترکم دیروز بی بی شما سردیری پدرش رفته بود، او را گرفته کت خود رفته. ما در بلاکای مگرویان کار میکردم، دیگه ازمو خرچ خوراک خودم میآوردم. یک دیک میگه کاسی شنک میکن، نان مان شنم میداد میآوردم. دیگه همین طالبا خیر ببینن که جمعواری میکنن، یک نفر مثالش با تشویش میکنن. بچه اگر من یک دفعه بردن 11 روز قید کردن، روز اول روز ایلا دادنش. یک شه 7 روز بردن، اینما تو خون شهید بودم، خدا دانه که کجا از کجا نه. خودم سیاسر، من کجا برم سرگردان پریشان بگردم. دیگه اینمی ماه مبارک رمضان است، باور به خدا که به کلمه میخوانی قسم، چهار روز اگه من دیک کده باشم، چهار روز با در پایین یک سرک است، ایجا یک بی بی آجی سونمو نان پخته میکنه، اونو دیشکش است، ای بگا دیگه بگا برمه این دخترک رایی میکنم، نان برم رایی میکنه، کالوشی میکردم، خانه تکانی میکردم، عالی سیاسر هستم، جوان هستم، شرایط خراب است، کمی بری مثالش مردم گپ گپدانی میکنن، در خانه خسرم نشتم، برایم جوان بود، زنایی برم جنگ دوام میکرد، باش که یعنی ایره سر ما نگره. باز این همیجا من خیستم آمدم این میخانه رو پیدا کردم، مای 15 سر پک کرام ایتم از این همیجا، یک سال شو برق نداریم. چهار ماه شد او نداریم دیگه. این خانه همسایه که میریم مثالش میگه که بری یک روز نه دو روز نه شما او تانه جور کنی. دیگه خدا مهربان است، دیگه چیزی که مثالش که سر دوگاه سر ما مگرم شما که آمده به خاطر که تسی یک بیوه و بیچاره و غریبه که میگری، شما که کمک میکنی، خداوند تالا شما راضی باشه، خداوند مکتلای شریف رایی تان کنه، خدا درد داغ اولاد نشانه تانه امی تجارای محترم که هست، هر کسی که هست که مثالش نظر سنه یک دانه عتیم مسکین بیچاره که من دازه، خداوند از پیشان راضی باشه. دعا میکنیم که روز تمام ملت افغانستان از این فقر و بیچارگی بیرون شوند. حتی این مادر عزیز ما میگن که ما شبهای نانا میخوریم. خب شما در تصویر نگاه کنین، این نانها که هستن پوپنک زدن، میگه این نانها را ما میشوییم دوباره دفته و میندازیم خشک شوند، بعد ما ایره سحری و افطاری با یک گلاس چای میخوریم. از تجارا و از کسایی که دست باز دارن خواهش میکنیم که در ماه مبارک رمضان دست فقیرها را بگیرن و کمک کنن، مخصوصا نیست که از روی پرده تلویزیون بلکه مخفی هم میدارن، خودشان دست خانواده کسایی که میفهمن واقعا نیاز به کمک دارن کمک کنن. در ادامه با همکارم عابر صاحب باشیم. تشکر، وقت خوش. بلکه تا ها هزاره یا شاید بیشتر از این دوانه های باشه که به این وضعیت زندگی میکنن در این ماه مبارک رمضان که نان خشکی که قابل خوردن نیست او را یک مقدار آب میذارن گرمش میکنن تا او قابل خوردن شود. بنان از خداوند صدا داریم و از شما امیدوار هستیم که از تمام هموطنان مستمندتان خبر بگیرین، دستگیری بکنین، یاری بکنین. خب قاری شب همی مایک خوب همه بته که چیزایی خب حرف همو هست که رمضان شریف هست، ماه برکت، ماه بخشش، ماه مغفرت است. از هر هموطنتان که کوچکترین کمک با او بکنین خداوند پاداش به نهایت زیادش به شما میته. دو نفر از خانمایی که وضعیت اقتصادی شان خو ندیدیم، یک مثالشه بنیاد عزیزی و همچنان شرکتی که برنج کرامت مربوطشان است، لطف کردن و بسته های غذایی و کمک هایی را کردن که من میخوایم هر دو تا خانم ها تشریف بیارن. اول معصومه جان. معصومه بیا مادر، بیا، خوش آمدی مادر جان.
مانده نباشید. اینی در حقیقت یک سندک است که بعدا مواد بازمکارهای ما برای شما میده. بسیار زیاد تشکر. زنده باشید. زنده باشید. شما خیر ببینید که شما کمک میکنید. دست غریب بیچاره و مسکین عتیمه بیورد. شما میگرید دستشان بلند میکنید. خداوند حج نصیب تان کنه. مکتلای شریف رایی تان کنه. درد داغ اولاد برتانشان تک. شما در این ماه مبارک رمضان دستان سر دو دانه عتیم بیچاره میگرید. زنده باشید. خداوند همه ما شما را کمک کنه. خدا میخواهیم این مشکلاتتان بخیر رفع شود. زنده باشی. تشکر که تشریف آوردی. و مادر جان رویا. رویا مادر تشریف بیار ببخشی که باعث زحمتت میشم. ای یک سندک است که مقصد پیشتان باشه. مرا گفتن یک دانه سندی هم از که برنج کرامت بتیم که در ای عکس مرا هم تصادفاً چاپ کرده. خب مادری رو بگی که برنج کرامت باز گله نکنه. بسیار زیاد تشکر. این برگ سبز تحفه درویش قبولش کو از ما. بسیار خوشحال شدیم که آمدی. خداوند مشکلات همه ما و شما را رفع کنه. زنده باشی مادر. زنده باشی. کم نشی مادر. کم نشی. زنده باشی. و خب بیننده های عزیز، یک نمونه کوچک را ما و شما دیدیم، ویدیویی که نمایندگی از مش نمونه خروار میکنه. یعنی خود میدانین که ما ده ها هزار بلکه شاید هم بیشتر خانواده های باشه که به وضع خیلی فلاکتبار زندگی میکنن. تقاضای ما همو است که بلکه خود میدانین ما چی تقاضایی بکنیم. شما از ما کده بهتر میدانین. دستتان که میرسه میگه چو استاده ای دستی افتاده گیر. و واضح که این روزه را به خاطر ما شما میگیریم که اجرش ثوابش کمایی بکنیم. و چون ماه خداوند است، خود خداوند فرموده که روزه ماه من است، پاداش و اجرش هم من میده، هم خداوند میده. بنان دستگیری بکنین، کمک بکنین تا میتانین به هموطنان مستمندتان بیچارهتان کمک بکنین. از هر جنس که باشه، مواد غذایی، پول نقد، لباس. نشد یک دانه خرما، چنانچه پیامبر بزرگوار اسلام یک خرما را با یک سائل دونیم کرد. و این الگوی بزرگی که تاریخ بشریت به یاد نداره. و ای کاش ما و شما خو بدون شک پیرو پیامبر بزرگوار اسلام هستین، الگوی زندگی همه مسلمین است. و خداوند ما و شما را در این راه بیشتر توفیق عنایت بکنه تا بتانیم هموطنان خود کمک بکنیم، دستگیری و یاری بکنیم تا اجر دارین کمایی بکنیم. به همین امید آخرین لحظات برنامه افطار ما است. گرچه ما حرفای قشنگ دیگه هم با قاری صاحب داشتیم، ولی وعده ما این است که قاری صاحب بعد یک برنامه دیگه هم ما می‌خوایم و سلام رایش انشاءالله یک ساعت گپ خواد زدیم. حال همه شما را به خداوند بزرگ و یکتا می سپارم. باز از خداوند می خواهیم طاعات و عباداتتان به درگاه کبریایی خود قبول بفرمایه، ما را هم شامل و مشمول ثواب و اجر بگردانه. شب و روز بر همگان خوش. تا فردا ساعت 5:30 که باز در خدمت حاضر میشیم، همه را به خدای یکتا می سپاریم. شب و روزتان بخیر.